شیطان تمام مشکلش با جنگجویان ایمان اینه، میگه خدا دنبال جنگجویان ایمانه، با اینها اینه، میگه اینها تنها طریقی که میشه زدشون، چون اینا قدرت دارن، اینا اقتدار دارن، اینا کلامشون حکمشون حکمه، من تنها کاری که میتونم بکنم حکمش بیارزش بشه، امضاش بیارزش بشه، مهرش باطل بشه، دیگه اعتبار نداشته باشه، قانون خدا رو بشکنه. اولین کاری که میکنه تو قانون خدا شکستن، تو رو ضد خدا میندازه که محبت و عدالت خدا رو زیر سوال ببری. خدای چرا اجازه دادی خانوادم، چرا اجازه دادی برادرم، خواهرم، مادرم، زنم این خبر بعد تو زندگیم بیاد؟ چرا؟ وقتی عدالت میره زیر سوال، تو دیگه در راستی نیستی، کجی الان؟ تو قانون راستی، کانون گرفتید؟ خلی سالا شدی میزنده، حکم میکنی جواب نمیده، حتی میل دعا نداری دیگه، میل پرستش نداری، حواست باشه. تو جنگ های روحانی بارها گفتم، بازم بگم، دو چیز رو زیر سوال نبر، نه محبت خدا نه عدالت خدا، چون این دوتا رو اگه شیطان بتونه بزنه دیگه نه رحمت میاد نه راستی. اعتراف چیه؟ اعتراف یعنی من راستی خدا رو اعلام میکنم، میام کنار راستی میستم. آمین. میگه آنهایی که اعتراف میکنن خدا اینها رو میبخشه. ولی وقتی عدالت و راستی خدا زیر سواله، چی تو رو راست میکنه؟ هیچ. وقتی محبت خدا زیر سواله، چی تو رو دستگیری کنه؟ هیچ. فهمیدید چطوری با قانون شما رو میزنه؟ ما هم که دهنمون خدا نکرده باز نشه، دهن فقط باز، فقط میگیم، آخر کار عذرخواهی میکنیم، عذرخواهی کردی، اما تمام حکمی که کردی بر ضد تو شد. یه چیزی میخوام به شما بگم، وقتی خیلی عصبانی هستی به هر دلیلی، هر چی که دهن در اومد گفتی، به بچت گفتی، به شوهرت گفتی، به زنت گفتی، به مادرت گفتی، به خالت گفتی، به عمت گفتی، به دوستت گفتی، به شبانت گفتی، به رئیس شرکتت گفتی، گفتی، حالا یه چیزی من به شما بگم، این که فقط بری عذرخواهی کنی کافی نیست، هرچند که در جمع بگی بعد در جمع عذرخواهی کنی، در خفا بگی در خفا عذرخواهی کنی، این کافی نیست. خدای منو ببخش، فلانی منو ببخش، خواهر منو ببخش، برادر منو ببخش، این کافی نیست، چون حکمی که صادر کردی اون هنوز سر جاشه، مگه اینکه حکم باطل کنی، حکم بشکنیش.